چقدر پول دیهند که از فرهنوز دست میکشید و با اونها همکاری را شروع میکنید. راستی گپ بسیار هنرمندا زنگ میزنن رستم جان. میگویند که مناسبت شما با چندین همکسبانتون خوب نیست. چی مگر باعث بدبینیتون شده باشد؟ با انم نفری که عین مراد مجرد بگوید که چقدر مبلغ دیهد که با فرهنوز کارو بس میکنید. با تلویزیون رفتن شما در چی بود؟ مثل دیگر زیوزدهای تلویزیون مگر شما رو هم پیش کردن؟ دیگر کسی در شکست زندگی شما پیدا نشد؟ کارا با دوام داره رستم جان، لیکن خدا بشکر که آچه دروازه روا کن که رسیدم به درت، آمدم آچه جان تا که بگیرم خبرت. دروغ گفته؟ بله، به دروغ نمیشه رستم جان. دیگه تنبل است، خوابالود است. همین چقدر بگم، فقط همین خواب رو زیاد دوست میکنم. گفته بود که اگر که پرویز خواهد که با من همکاری رو شروع کنه، تولکا با من 15,000 сомон از من اولیک میگیرد. ماهانه بله این به نهایت غیر فویزی. سلام مهاجرانی عزیز، میدونم وطن رو سخت یاد کرده، خصوصا پدر و مادرتون رو. ما امروز به شما خوش خبر داریم. شما اکنون میتوانید با کارت تینکوف بلک با پدر و مادر یا رو برادرتون به یگان فویزی زیادتی پول روان کنید. بانک تینکوف یاردمچی بی‌منت شماست. اسیلکای زیر ویدیو بوده، کارت تینکوف بلک رو با دلخواه نمودی دیزاین انتخاب نمایید. سرتاسر روسیه برده به شما رایگان میرسونند و از خوبی‌های کارت تینکوف بلک استفاده نمایید. پس از درخواست کارت شما می توانید برنامه بانک رو با دلخواه زبان قرغیزی، ازبکی، تاجیکی استفاده نمایید. اگر یگان نفهمی است و یا اینکه یگان سوال دارید، به رقم‌های زیرین رایگان زنگ زنید و به زبان دلخواه مادریتون به شما مشورت می‌دهند. می‌دونید خوبی‌های کارت تینکوف در چی است؟ یعنی شما می توانید در یک ماه تا 20,000 روبل توسط برنامه تینکوف با تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان به کمیسیا پول فرستانید. حساب خود را توسط انتقال از کارت‌های دیگر یا پول نقد رایگان پر کنید. می‌خواهید که سرمایه دوست داشته شما زود مهمانی برنامه ما گردد. پس اصل که زیر ویدیو خواهش ما همین است که یک کارت تینکوف بلک را انتخاب نمایید. برده رساندن به تمام شهرهای روسیه رایگان است. тамошобини азиз, саломи гарму ҷӯшо нисбати якояки шумо ва имрӯз барномаи Исторарез бо шумо ҳастам. Рустам Азими, дар барномаи Исторарез бисёриҳо шоҳид шудед ки чеҳраҳои маъруфу машҳур меҳмон мешаванд. چی از طایفه ژورنالیستان باشند، چی از طبقه اکتیوران باشند و یا چی آوازخوان و دیگر و امروز خوشبختانه مهمانی برنامه استورارز یک نفر شخصی سرکار و سرتشویش در برابر این پرودیوسر، ژورنالیست و اکتیوری جوان است که همگی دوستش می‌دارید، می‌بینید و همه روزه شاهد کسب و کارش هستید. پرویز اشرف مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. تشکر زیاد رستم جان و من در نوبت خود در شخصیت شما برای همه آن بیننده هایی که همین دم و همین لحظه برنامه شما رو تماشا میکنم به صبرانه انتظاری میکشم. من درود و سلام میگویم و تمنا این رو میکنم که هر کجا که باشند تن صحت و نیرومند و موفق و خانه آباد باشند، در کار و پیکارشان پیوسته برا رو آرزومندم. تشکر زیاد. در چشم تماشابین ما نگاه کرده بگویید، با فرهنوز کار کردن برای شما آسان بود یا اینکه دشوار؟ در اول آسان نبود. وقتی که مثلا شما با یک نفر کار رو سر میکنید، شما خصلت یک کس رو نمیدونید، اطوارش رو نمیدونید، فعلش رو نمیدونید و با مرور زمان خدا به شکر که ما همدیگر رو آموختیم. یعنی امروز ما با اشاره شاید همدیگر رو میفهمیم و هیچ قندی ندارد. فقط اینکه وقتی که هر یک نفر مسئولیتی پرودوسری رو به گردن میگیرد، باید او پیش از همه آن هنرمندی که با او کار میکنه، فعالیت میکنه، پیش از همه باید او رو آموزد. و من پیوسته با فرهنوز یعنی با خوبی همه کار رو به انجام میرسونیم، با مصلحت کار رو به انجام میرسونیم. بعضا حالتو میشود در مثلا بحث میشویم، لیکن بحث ما برای کار است، برای مثلا پیشروی این هنرمند جوان است. فکر میکنم که در آینده نیز اگر خدا راضی باشد، همراه باشیم، یکجا باشیم، باز بهترین سرود و کلیپ ها رو پیشنهاد هواداران خواهیم گردانید. چه خصلت های خوب و چه خصلت های بد دارد؟ خودخواه است، یکرو است، آرام است؟ براستی اگر در بالای خصلت‌های خوب انسانی فرهناز اگر حرف بزنیم، انسانی خاکسار است، زمینی است، با معامله است، پیوسته در چهره‌اش تبسم است. بله راستی گپ. هیچ یک بار اگر تمام مشکلات‌های دنیا اگر در سرش باشد، من فکر میکنم وقتی که از خانه بیرون میشود، همه مشکلات‌ها رو یک طرف میگذارد. مثلا هنرمندان رو میبیند، مخلصان رو میبیند یا دیگر نفران رو میبیند، البته که با تبسم سلام علیک میکند. همین گونه یک خصلت‌های بسیار خوب انسانی دارد. دستی به خیر دارد. خصلت‌های خوب انسانی زیاد دارد فرهناز. در بالای خصلت اگر بعدش بگیم، کم کم همین خوب است، خوب است همین چیکار بگم فقط همین خواب رو زیاد دوست می‌دارد همون که من فکر می‌کنم همه اون نفرانی که در رشته شو بیزنس کار می‌کنن خواب رو به نهایت دوست می‌دارن چون که شب تا سحر بیدارن و هر نفری که روز خواب می‌کنن اگر 10 ساعت 12 ساعت 15 ساعت هم خواب کنید خواب شب رو گرفتن نمی‌توانید خود شما هم همین‌چنین هستید همین‌چنینیم بله بهترین در خارجه وقتی پرودیوسر فرمان داد اووزخون چی گپی که پرودیوسر گفت اجرا می‌کنه و از خط کشیده انمون نفر بیرون نمی‌شود شما هم با فرهناز این گونه شرط رو گذاشته بودید بله ما خدا به شکر که از روز اول کاری با شرط‌های مثلا دو جانبه کار و فعالیت می‌کنیم یگان بار نشد است که مثلا گپی ما رو رد کرده باشن یا اینکه گفته باشن فکر شما غلط است چون که من هر یک کاری رو که می‌کنم من اول فکر می‌کنم باید چیکار کنم کدام سرود رو انتخاب کنیم یعنی ویدیو کلیپ باید چگونه باشد آهنگ باید چگونه باشد با ارزوی سایف مثلا درباره شعرها می‌شنیم با دیگر شاعران رحمانی ایوبی و دیگر شاعرانی که امروز با ما کار و فعالیت می‌کنند یا که دورانی رحمتزاد و شوکت با هنرمندان مثلا با آهنگسازان با شاعران با همان نفرانی که ما کار می‌کنیم همه کار با مصلحت است و هر کاری رو که من مثلا میگم فراموز همین کار باید همین گونه باشد خدا به شکر که همین گونه هست به یگان مثلا پیش از او باز کی‌ها رو دستگیری کردید که در قله شهرت امروز نمایان راستی گپ من اولین مرتبه این گونه کار کردم آن زمان من فقط کارهای ادمنستراتیوی رو به جا می آوردم مثلا گرفتن توی محرکه ها یا اینکه بعضن کارا میشد من مثلا راه بلد نمی‌کردم با ولی جان عزیزوف نیز همین گونه بعضن کارها رو مثلا من کمک میکنم لیکن من در حال حاضر نمیتوانم با دیگر هنرمندان مثلا پیوسته کار کنم چون که کارهایم به نهایت زیاد است در این برابر من کارهای خود رو دارم کارهای جدی خود رو می‌ذارم و کارهای خود راستی گپ نمی‌رسم با زندگی و با خانواده خود می‌رسید نه راستی گپ ما در برنامه یا که روزو گفته بودیم با بیننده ها نیز وعده داده بودیم که زندگی رو عوض می‌کنیم تماما دیگر نمیشه لیکن با راستی کار زیاد است از پشت کارم از پشت زندگیم اساس همراه با منم در همه حالت مرا می‌فهمم برای من کفایه است تشکر بسیاری ها میخواهند که پرویز با آنها کار کند و به مرتبه های بلند رساند چقدر پول دهند که از فرهناز دست میکشید و با آنها همکاری را شروع میکنند راستی گپ بسیار هنرمندان زنگ میزنند رستم جان اگر بگم هر روز یک نفرم زنگ میزند خطا نمیکنم چی در رشته مثلا راویگی چی در رشته سرایندگی خانومان زنگ میزنند جوان پسران زنگ میزنند که مثلا ما چیکار کنیم برای مثلا سرود برآوردن یا ویدیو کلیپ رو ثبت کردن من راستی وقت جدا میکنم ساعتها با اونها صحبت میکنم مثلا مصلحت میدیم که نخی کار کردم در اگر شما خواهید مثلا شما رو مردم خوب قبول کند دوست دارد پیوسته کارهای رو پیشنهاد کنید که خاصی ملت تاجیک است خاصی مردم تاجیک است و پیوسته آنها انتظاری میکشن و در زیر همون کامنت ها مینویسن که ما مثلا همین گونه لباس رو انتظاریم همین گونه ویدیو کلیپ رو انتظاریم من همین گونه مصلحت ها براش میدیم و فکر میکنم هیچ یک مبلغ در زندگی نمیتواند جایگاه یک کسی دیگر رو با مبلغ خریداری کرده شود چون که مبلغ امروز هست فردا نیست و اساس در زندگی آدمگری میموند همدیگر فهمی میموند دوستی میموند که در زندگی هست همه چیزی قیمت برای ما و شماست پرویز جان اینجا یک پیشنهاد شدگی بود از جانب یک سراینده زن گویم خطا نمیکنم اسمش رو به زبان نمیارم ولی گفته بود که اگر که پرویز خواهد که با من همکاری شروع کند تولکا با من 15000 سوم از من اولیک میگیرد ماهانه بله این به نهایت غیر فویزی که از بانک تو مراکه ها میگیرد بله تو درجه که او محبوب میشود مشهور شما دشمنی من جورا جان اگر شما دوست میشدید مرا با وش شناس میکردید فقط مرا خواستن که یک بار منی شما رو فهمم در برنامه نه من راستی گپ چگونه بگم رستم جان اگر برای من وقت باشد من حتما کمک میکنم حتما یاردم میکنم این کارهایی که ما میکنیم یک سال است دو سال است سه سال است پیش از ما چندین نفران این کارها رو به سامان داشتن به عهده داشتن و فکر میکنم امروز ما و دیگران و چند نفر دیگر امروز همین گونه کارها رو به سامان میرسونیم خیلی میبینیم دوستان جان شما مصلحت میکنیم میگویند که مناسبت شما با چندین همکسبانتون خوب نیست چی مگر باعث بدبینیتون شده باشد میدانید چی من هر نفری که در این رشته ما رو بدبینی میکند هر نفری که ما رو پیشبویی میدهد من در نزد شما و در نزد همه آن نفرانی که همین دم عامل از ما را تماشا دارم من قول میدهم که من با هیچ یک نفر دشمنی نخواهم کرد چون که در چند سال اخیر ما چندین هنرمندان خوب را از دست دادیم چندین нафаронеро аз даст додем ки дар зиндагӣ ба ҷуз оила онҳоро тамоми Тоҷикистон дӯст медошт, берун аз Тоҷикистон дӯст медошт. ва шояд имрӯз ҳастем, дар суҳбат ҳастем, пас аз як соат шояд шумо ягон хабари шум мефаҳмед, шояд пас фарда як хабари дигарро мефаҳмед. Ба ҳамин хотир бозам мегӯям, дар зиндагӣ одамӣ бозам одамӣ мемонад. Ҳар нафаре бо ман бадбинӣ мекунад, ҳар нафаре бо ман душманӣ мекунад. Ман ҳар куҷо ки бинам ду даста ба онҳо салом хоҳам кард, эҳтиром хоҳам кард ва ҳар куҷо ки аз онҳо ҳарф зананд ман пуштибонӣ хоҳам кард. Тамошобинони азиз, шахсоне ки барои граница гузаштанд, граница боварӣ намекуфт Марахмад Акабахш ки тӯли чандин соли рекламаш мекунем, то имрӯза ягон шикоят шидагӣ нест. Ҳар видео пас отчёте ки мардум мераванд ё дар канали MEHROB PRO дар видео гузошта мешавад. Марҳамад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед. Акабахш ҳайно MEHROB PRO салом расонед, ҳатман ба шумо скидка карда мешавад. Мошинаш мошинаи комфортни замонавӣ. Телевизион рафтани шумо дар чӣ буд? Мисли дигар звездаҳои телевизион магар шуморо ҳам пеш карданд? Рости гап, ман аз соли 2008 корро шурӯъ кардам, аз телевизиони Баҳористон, аз муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон. Замоне ки хурд будед талабаи мактаб? Ҳамагӣ 16 сол доштам, хонандаи синфи 8-ум будам. Ман аз деҳот меомадам, дар як ҳафта ду маротиба, як рӯз барои гирифтани сценария меомадам ва рӯзи дуюм барои сабт кардан. Барномаи аксҳои оламро онҷо бо коргардон Аслам Ёдгоров ва муаллиф Рухшона Қудусова мо он барномаро таҳия кардем, омода кардем, пешниҳоди ҳаводорон кардем. Баъд аз он соли 2011 ман дар радиои Дошанбе онҷо ҳамроҳ бо Сайфуллои Бузург, Сидини Нурза, Ҷониби Касрориён ва дигар журналистоне ки онҷо кор ва фаъолият мекарданд, ман дар онҷо пахши мустақим доштам, барномаи худро доштам. ва ҳамин гуна соли 2011 ман дохил шудам ба Дунишгохи Миллии Тоҷикистон ва корро сар кардам дар телевизиони Сафина. Яъне агар ин гуна ҳисоб кунем, ман 15 сол дар ин даргоҳ, дар ин боргоҳи бузург. Рости гап, вақте ки мо корро дар телевизиони Сафина шурӯъ кардем, оғоз кардем ва ман имрӯз низ аз вақте ки аз назди телевизиони Сафина мегузарам, хиёл мекунам ман инҷо чӣ корҳои нотамом дорам ки бояд онҳоро ба сомон расонам. Дар телевизиони Тоҷикистон низ кор кардам, дар телевизиони Душанбе кор кардам ва бо ҳамаи дӯстон, бо ҳамаи роҳбарони он телевизионҳо, бо директорон, бо журналистон, бо наворбардорон, коргардонҳо, хулас ҳама он нафароне ки вобаста ба кори мо буданд, ман бо ҳамаи онҳо муомилаи хуб доштам ва тасмим дорам ки бояд дубора ба телевизион баргардам, чунки мактабе ки мо аз телевизион омӯхтем, ҳама он чизе ки мо аз телевизион омӯхтем барои мо ин чизҳоро кӯча дарс надод, дигар ҷо дарс надод. ҳама ин, масалан, ин гуна мо бо шумо суҳбат кардани озоди мо, ин ҳама мактаби телевизион аст. дар мадди аввал вақте камераро гирон мекардам, рости гап Рустамҷон, тарсу ҳарус буд. Бале, бениҳоят зиёд буд, дастҳо меларзид, почаҳо меларзид. яъне ҳамон тарсро аз мо телевизион дур кард ки имрӯз мо дар маҳфилҳо, дар филмҳо, масалан дар видеоклипҳо нақш меофарем. ин ҳама ҳамон тарсро аз вуҷуди мо телевизион берун кард. ман телевизионро дӯст медорам ва ифтихор мекунам ки ман дастпарвари телевизион ҳастам. Ташаккури зиёд. мегӯянд ки Фулбин душмани Фулбин аст, журналист душмани журналист аст ва шумо наметарсед ки дар ин самт ҳамкасби худ шуморо шикаст медиҳед? Рустамҷон, ман ҳеҷ фикр намекунам ки ман аз тарафи ҳамкорони хеш пеш бохӯрам. чунки чӣ ровие ки шумо мебинед, чӣ журналисте ки дар Тоҷикистон мебинед, ман бо ҳамаи онҳо робитаи хуб дорам. дар маҳфил мебинем, дар телевизион мебинем, дар радио мебинем, дар ягон кушодашавӣ ягон телевизион аст, радио аст, ё ин ки дар кушодашавӣ ягон мағоза аст. ман ҳамаи онҳоро дӯст медорам, ҳурмат мекунам, эҳтиром мекунам ва онҳорам низ дар навбати худ дар назди ман ҳамин гуна ҳастанд. ман намедонам аз паси ма чӣ гуна ҳастанд, лекин ман фикр мекунам мо ҳар рӯз дар суҳбат ҳастем, тариқи телефон, тариқи инстаграм, бо ҳамаашон дар суҳбат ҳастем ва ҳеҷ фикр намекунам ки ман зарбаи сахтро аз ҷониби ҳамкорони худ масалан хӯрда бошам ки ман ба онҳо зарба занам. беҳтарин. чаро аз ӯҳдаи сохтани филм мебароеду муғамбиред, хомӯшед? рост, ман дар ин гап метавонам хомӯш истам, ҳеҷ чизам нагӯям. рости бардоштани филмро аллакай аз худ кардем, омӯхтем бо чандин коргардонҳо, бо чандин наворбардоро. дар чандин филмҳо низ кор фаъолият кардем ва дар филми умеди зиндагӣ се қисмати охире ки бинандаҳо низ тамошо кардам, ман онҷо ҳамчун директор кор кардам. он нафароне ки пайваста интизорӣ мекашанд филмҳои тоҷикиро, ман ваъда медиҳам ки дар солҳои оянда ман ҳатман ягон филми хуб пешниҳодашон мекунам. زمانی که من در گازیته اویلا کار میکردم شما در اینترویو وعده داده بودید که قسمی امید زندگی 100 سریه است و چرا عاقبت این فیلم پراکندگی برافت؟ راستی گپ تمام خراجات فیلم امید زندگی رو به عهده داشتن فرهاد سفاروف دیرکتوری همصدا اکای فرجون از جد دوست می‌داریم حرمت می‌کنیم وقتی که ما هم 6 قسمت فیلم رو به نوار گرفتیم راستی کم ترک در زندگیشون در کارهایشون بعضن مشکلات‌ها سر زد مشکلات‌ها پیش اومدن اکای فرجون نه که همین فیلم امید زندگی بلکه دیگر فیلم‌ها رو نیز می‌خواستن به نوار گرفتن چون که دوست می‌دارن معرفگری فرهنگ ملت تاجیک باشن تمدن تاجیک رو برای دیگران نشون دهن چگونه سطح زندگی ملت تاجیک رو برای اعضای بین المللی نشون بدهند تا حال ما در ارتباط هستیم در صحبت هستیم میگوید پروژه این فیلم رو حتما کردن لازم است چون که همه خیلی مطلق ما اما پیوسته برای بیننده ها نیز وعده داده بودیم که این فیلم رو به سامان میرسونیم با پررگی تا به انجامش یک نتوانستیم و من امروز با هم خیلی حرفای کلام و دل پر گفتم میتونم که من در همین گپی خودمون نایستادیم لیکن انشالله دنیا با امید دنیا با امید است بله فکر میکنم که در آینده حتما باز بهترین فیلم ها رو پیشنهادشون خواهیم کرد در یک برنامه در اینترنت دیده بودیم که اسرار تلخیوی زندگیتون رو یک یک قصه کرده بودیم بله دیگر کسی در شکست زندگی شما پیدا نشد کارا با دوام داره رستم جان لیکن خدا به شکر که یگان مشکلی نیست من بعد 4 روز پیش با صاحب یک دخترچه زیبا مبارک شود الکای تبریک کرده بودم بله بله من صاحب 3 فرشته هستم که امروز من فکر میکنم دیگر از این خوشبختی زیاد نمیشود دیگر همین هر کسی که برای شکستن ما همه پردازد کوشش میکنه من فکر میکنم که خوبتر و بهترش از پس زندگی خود شوند و برای شکستن ما اگر وقت جدا میکنن وقت صرف میکنن اگر برای زندگی خود این وقتها رو یعنی جدا کنن صرفه کنن بازم زندگیشون خوبتر و گواراتر خواهد شد بهترین و سوال دیگر دروغ گفته؟ بله به دروغ نمیشه رستم جان دیگه فیلم امید زندگی را گفتیم 100 قسمت به نوار میگیریم نتونستیم این علاقه دروغ است بله. و در این برابر چندین مراتبه ها دروغ گفتیم چون زندگی به دروغ نمیشه من فکر میکنم که هر نفری که در همین رشته کار میکند اگر دروغ نگوید نمیتواند میکفد بله دروغ های بموری دروغی که مثلا برای یک کس رو مثلا تنقید کردن یا گپی بر دروغ یا خبری بر دروغ نه فقط طریق تلفن دروغ میگیم رستم جان تلفن میکنم شما کجا با مثلا رحمون اگرچه گرچند دورتر هم باشه نزدیکتر میگیم که دل یادمو گرش لیکن این دروغ از گناه است میدونم اسلام میکنیم رستم بهترین پول رو دوست میداره پول رو کی دوست نمیداره ابی خیا آدم انام شویی که بگو همون فلان انسان پول دوست نمیداره من میگم شما درست خای کردید همین تمام کوششمون تمام همین زحمتامون برای مبلغ رو به دست آوردن است برای اینکه زندگی رو مثلا بهتر کنیم و زندگی رو پیش بریم زیق شوید چیکار میکنید اصلا حالا برای زیق شدن وقت ندارم رستم جان وقتای پیش بله وقتای پیش وقتی زیق میشدم مثلا به نزد دوستان میرفتم اینکه اگم جای تنهایی میرفتم امروزها دیگر برای زیق شدن وقت ندارم اگر زیق هم باشم دیگر در درون کار زیق هم فراموش میشود با کارها که با کارهای ایجادی و با کارهای زندگی که بندیم دیگر حاجت به زیق شدن نیست فقط شکرگزار بودن در کار من فکر میکنم در زندگی اصلا چیزی مهم خداوند برای ما تنی سالم دست و پا گوش شنوا چشم بینا همه این شرایط ها رو خداوند مهربان برای ما مهیا کرده است و مرتبه داده است آبرو داده است کار داده است پایکار داده است هیچ وقت باید آدمیزا زیغ نشود این فکری من است بله من پیوسته به همه نفران میگم که در زندگی هیچ یک بار زیغ نشوید چون عمر دراز زندگی دراز است ولی عمر کوتاه است همون عمری که خداوند برای شما داده است اون رو با خوشی و خوشبختی ها پس سر سازید بهترین تشکر میکنیم با پرویز که حضور جوابی خوب است و سخن‌های در حقیقت خوب رو پیشکش میکنند و امروز میخوام یک سخنی از زبان پرویز شنوم چون میدونم که مادرتون رو دوست می‌داره وصف مادری خود چند سخن طلایی بگوید طریق همون دوربین ما راستی اگر بعضا در پیش مادر و پدرمون بسیار ارکگی میکنیم بعضا دغل گفتاری میکنیم بعضا با عصبانیت وارد خونه میشویم و در بسیاری حالت‌ها ما به قدری آنها نمیرسیم احترامی آنها رو به جا نمیاریم لیکن در زندگی از همه چیزی مهم از همه وظیفه مهم برای هر یک بنده برای هر یک انسان این با جا آوردن احترام پدر و مادر است و اگر در وصف مادر ما سالها روزها ماها اگر سخن کنیم کم است. من فقط همین قدر میگویم که مادران در واقع فرشته زمینی زندگی هر یک کدام ما و شما هستند و با شما نیز توصیه میدیم که در زندگی مادران رو چون گوهره که چشم همین چشم در زندگی اگر نباشد ما هیچ زیبایی ها رو دیدن نمیتوانیم، زیبایی زندگی رو دیدن نمیتوانیم. پیوسته کوشش کنید آنها رو چون گوهره که چشم دوست دارید حرمت کنید، احترام کنید. از همه مهم دعایشان رو بگیرید. در زندگی اگر انسان دعا گیرد من فکر میکنم که به همه آرزوهایش در زندگی میرسد. دعای پدر و مادر برای ما از همه چیزی مهمتر است. میگم که آچه دروازه را وا کن که رسیدم به درت، آمدم آچه جان تا که بگیرم خبرت. غم و درد و علم و گریه بسیار بس است، نبینم کاش دیگه آچه جان دردی سرت. ماه تابان آچه، راحت جان آچه، پاک و زیبا مثل هر آیات قرآن آچه. واسه آچه جان من زنده باشی و هر کجا که باشی تا اون دمی که عمر هست، زندگی هست، نفس هست، سایبان سری ما باشی، داغوی ما باشی و فکر میکنم که چراغ خانه‌دار ما شما هستید. زندگی بدون شما هیچ یک معنا ندارد. قربان محبت شما دوستتون می‌دارم. تشکر. آفرین میگیم با پرویز که صمیمیتی همچون فرزندی خود را توانست ترقی چند سخنی طلایی به مادر خود ابراز دارد. آفرین میگیم پرویز جان. خصلتی که خودتون بد می‌بینید در حیات خود، خصلتی که من در زندگی خود برای خودی من پسند است. من هم مثلا اگر در یک روز با من 20 نفر از دوستانم زنگ زنم، من به همه آنها وعده میدهم که من میایم، لیکن از سبب کار به بعضی جاهایشان رسیدن نمیتوانم. دوستان من میگن که ما میدونیم که تو بچه خوبی، تو بچه گنده نیستی، همین وعده دادی، الوعده دین. انسان وقتی که وعده میده من را میدونم که حکمش چقدر است، عذابش چه خیلی است و همه این رو من خوب درک میکنم، لیکن من میخوام دوستان من خفه نشن. در یک روز میتونم 20 نفر خفه کنم چون نمیرسم. با شما هم چندی مراتبه در صحبت بودیم رستم جان. خدا با شکر. تا لحظه که شما با برنامه ما مهمان نشدید، اون آوازخوان زود به من زنگ زد میگفت که حتما سوال مرا پاسخش رو گیر و امروز شما در جوابی مختصری خود میتونید به تماشاگرین به انمو نفری که عین مرا تماشا کرد بگویید که چقدر مبلغ دهید که با فرهناز کارو بس میکنید. راستی گپ من با فرهناز کارو بس کردن من این یگام پیشروی نمیشود، نه برای من، نه برای فرهناز و نه برای اون نفری که این کارو میخواهد. و هیچ یک نفر در هیچ یک مبلغ در زندگی نمیتواند به انسان خوشبختی بیارد. من فکر میکنم که از همه چیز قیمت برای ما و شما در زندگی این دوستی است، یعنی که با هم بودن است و شاید همش در دست خداوند است. من امروز شاید بگویم که ما سالها با همیم، که 10 سال با همیم، 20 سال با همیم، شاید پس فردا نمیدونیم چی گپ میشه. باز یک بار دیگر قید میکنم که ما فردای زندگی رو نمیدونیم چی، همش توکل به خدای مهربان. از این سخن ها برمیاد که پرویز پولپرست نیست و جوابی رد میدهد، گرچند که با یک صمیمیت سخنش رو ابراز داشت ولی از اون بوی می اومد که میگفت که مقصد رد میکند و شما ناامید نشوید و خدا خواهد که شرنامه‌شون یگان وقتی که قطع که گردید شما بیاید از دستان پرویز بگیرید. تشکر میگیم. بعد پرویز جان میبینم که صحبت ما خیلی هم دراز کشید و اگر تو سر ما صحبت کنیم سوالهای ما خاتمه نمییابند و شما در فرجام چند سخن با تماشاگرین ما بگویید. در فرجام برنامه امروز رستم جان، من پیش از همه به شما ایثار سپاس میگم که امروز ما رو به برنامه خویش دعوت کردید. تشکر. و برای کارگردان شما نیز ایثار سپاس میگم. برای همه اون نفرانی که این لحظه‌ها رو تماشا دارم من تشکری به پایان میگم. فقط همین قدر میگم که هر کجا که تاجیک است و من برای ملت خودم، برای دولت خودم، من تنها و تنها آبادی میخواهم، سربلندی میخواهم. این همه شکوه و شهامت، این همه زیبایی و این همه صحبت‌های گرم و صمیمانه از آبادی وطن است. بگذار پیوسته این وطن آباد باشد و تمام مردم، تمام تاجیکان روی دنیا افتخار از آن کنند که چنین وطن دارند، چنین سرور دارند و پیوسته با وطن باشند، با همسر باشند، با والدین باشند، با دوستان باشند. زندگی را دوست دارید با همه بیش و کمش زندگانی را قدر سازید. همین لحظه که هستید فقط شکرگزار از خدای مهربان باشید، پیوسته کنار همدیگر باشید، دل هیچ کس رو نیازارید، چون عمر به نهایت هضم می‌گذارد. همین قدر میگویم که زندگانی جاده هموار نیست. جاده هایش مخمل گلزار نیست. زیشتی و زیبایی هایش به شما با همه بیش و کمش تکرار نیست. امروز زندگی، فردای زندگی، پس فردای زندگی تکرار نمی شود. همیشه در زندگانی به قدر همدیگر برسید. برای لحظه خوشبختی خویش کوشش سازید، جان دیگران را قربان نسازید. همیشه و همیشه تنسیتون نیرومند و موفق و خانواده‌آباد باشید. تشکر برای سخن‌های طلایی پرویز اشرف. امروز مهمانی برنامه ما شدند، سخنی ما را قطع کرده تشریف آوردند. و برای کارهایشان و ایجادیاتشان برای رکمیابی تمنا میکنیم و به شما تماشابین عزیز تنیسیت، خاطره جمع و موفقیت های بی‌نظیر آرزو می‌کنیم. با برنامه استوریز بمانید. خیر. سلامت باشید. خب خیر عزیزان. شخصانی که بلیت خریداری میکردن با تمام دنیا، یک شرکتی باورنکردنی که برای شما توصیه میکنم، مو تراول. این برادرمون در مسکو در چندین شهرهای دیگه فیلیالی اویکاسی کوچک شدگیه که میتونید که رفته ای نزدیک بلیت خریداری نمایید، یا شخصانی که میخوان که به طرز آنلاینی هم رقم خاصی مراجعه کنید خوبتر میفهمونند. بلیت ها با تمام روی دنیا ای همه اویکاسو ارزانتر. مرحمت زنگ بزن نرخشون یک بپرس.